وقتی این لوایح اجرا نمیشه یعنی برای نقل و انتقال پول باید پول بیشتر مردم بدن. سرنوشت لوایح مرتبط با FATF در میدان زورآزمایی موافقان و مخالفان. دبیر مجمع تشخیص مصلحت میگوید تصمیم گیری به زمان لغو تحریم ها بستگی دارد. از دبیر اجرایی سازمان FATF میپرسیم تأخیر ایران در تصویب این لوایح چه پیامدهایی خواهد داشت. همچنین در برنامه امشب راکت باران پایگاه نیروهای آمریکایی در عراق، عین الاسد باز هم هدف حمله قرار گرفت و یک غیر نظامی با حمله قلبی جان باخت. جنجال بر سر انتشار ویدیو کلیپ تازه ساسی مانکن، آزادی هنرمند اولویت دارد یا دغدغه خانواده ها؟ این موضوع مناظره 60 دقیقه امشب است. و جعل صدا و چهره برای تولید ویدیوهای حیرت انگیز، دیپ فیک چه کاربردهایی دارد؟ آیا باید از پیشرفت این فناوری نگران بود؟ شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، کشمکش در ایران بر سر تایید نهایی لوایح مربوط به FATF درباره تأمین مالی تروریسم و جرایم سازمان یافته فرامرزی دوباره بالا گرفته. مدت هاست که لوایح دولت برای پیوستن به دو کنوانسیون بین المللی روی میز مجمع تشخیص مصلحت نظام خاک می‌خورد. با تعلل ایران، گروه ویژه اقدام مالی این کشور را در فهرست سیاه خود قرار داده. حالا که زمزمه هایی از تصویب این لایحه در مجمع به گوش میرسد، بسیاری دوباره ساز مخالف کوک کردند. از جمله یکی از نمایندگان مجلس که گفته پذیرش کنوانسیون های FATF به معنای لو دادن راه دور زدن تحریم هاست، در شرایطی که دبیر مجمع تشخیص مصلحت تصویب این لوایح رو با زمان رفع تحریم ها مرتبط دونسته، رئیس جمهوری گفته که نه ربطی به برجام داره و نه به تحریم. در این باره گزارشی بعدتر خواهیم داشت که خواهیم دید، اما اجازه بدید فعلا برای بحث در این مورد دیوید لوئیس با ما پیوسته، دبیر اجرایی گروه ویژه اقدام مالی FATF از پاریس. آقای لوئیس، خیلی ممنون که وقتتون رو به ما دادید. کمی به ما بگید که خب ایران تا اینجا به نظر میرسه که حتی همونطور که گفتیم یه زمزمه هایی از ایران داره به گوش میرسه که ممکنه این لوایح تصویب بشن، اما اگر نشن چه عواقبی برای ایران در آینده نزدیک خواهد داشت؟ ایران در فهرست سیاه ماست. تا وقتی که ایران اون اقدامات لازم را انجام نکنه، از جمله تصویب این دو لایحه، ایران همچنان روی لیست سیاه باقی خواهد موند و این پیامدهایی است که برای ایران هست و این باعث خواهد شد که اونا نتونن جزوی از نظام بین‌المللی مالی باشند. ما انتظار داریم از اونها که استانداردهای جهانی رعایت کنند. ما تعامل خوبی با ایران داریم، دارن تلاش خودشون رو میکنن، ولی احتیاج داریم که تلاش بیشتری ببینیم. بسیاری از ناظران و حتی مقام‌های ایرانی مسئله تصویب این لوایح رو ربط دادن به تحریم‌ها. خیلی ها میگن ایران خب همین الان هم تحریمه و عملا برای نقل و انتقال پول مشکل داره، چرا باید این FATF و اون گروه ویژه اقدام مالی اون چرا که به اونها گفته تایید بکنه؟ خیلی خب، دو تا مورد الان داریم، دو تا بحث داریم. یه بحث توافق هسته‌ای هستش که بحث سیاسی است، کاملا جدا از چیزی که ما داریم حرف میزنیم. گروه ویژه اقدام مالی استانداردهای جهانی رو قرار میده که جلوی جرایم سازمان یافته رو بگیره، جلوی پولشویی رو بگیره. ما یک نهاد فنی هستیم، نه یک نهاد سیاسی. اگر ایران میخواد یک بازیگر مهمی باشه در نظام مالی، اگر میخواد به جامعه مالی ملحق بشه در مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پولشویی، باید این قوانین رو تصویب بکنه. یکی از مسائلی که مردم زیاد بهش توجه نمی‌کنن اینه که ببینن که خب کنوانسیون پالرمو مقابله با جرایم سازمان یافته چرا مهم هست؟ خب مهم هستش برای اینکه کمک میکنه
که ایران بتونه همکاری داشته باشه در زمینه تامین مالی تروریسم با کشورهای دیگه. الان امروز ما 285 حوزه قضایی داریم که دارن این استانداردها رو اجرا میکنن. ما میخوایم ایران جزء جامعه بین‌المللی باشه و با تامین مالی تروریسم و پولشویی مقابله بکنه. آقای لوئیس با ما بمونید، گزارش همکارم بهرنگ تاجین آماده است، با هم ببینیم، برمیگردیم پیش شما دوباره. FATF هفته دیگر، جلسه کابینه دیگر، تلاشی دیگر. اگر بد هست چطور همه رفتن؟ تمام اروپا رفته تو این، همه شرق رفته، چین رفته، روسیه رفته، ترکیه رفته، همه همسایگان ما. رئیس جمهوری ایران برای قانع کردن اعضای مجمع تشخیص مصلحت به تصویب دو لایحه مربوط به FATF این بار درباره هزینه مالی تصویب نکردنشان هشدار داد. وقتی این لوایح اجرا نمیشه، یعنی برای نقل و انتقال پول باید پول بیشتر مردم بدن. پول داریم روزانه پرداخت میکنیم. باید بدونیم تمام کشورهایی که با ما امروز دوست ما هستن، با ما کار میکنن، حتی کار بانکی تا یه حد محدودی دارن انجام میدن، به ما توصیه میکنن، میگن اگر شما ملحق نشید بعد ارتباط بانکی ما قطع میشه. یعنی ما میخواییم برگردیم به قرن پیش، بانکا رو ببندیم بریم با همین دکون صرافی ها کار بکنیم. چهارشنبه پیش چند عضو بلند پایه هیئت دولت به جلسه یک کمیسیون مجمع رفتند تا درباره این لوایح توضیح بدهند. پس از جلسه دبیر مجمع گفته بود که درباره این لوایح تا آخر سال تصمیم می گیرند. ولی بعد از یک هفته این کار دوباره به تعویق افتاد. کلمه‌ای به نام next step آوردن، یعنی گام بعدی، یعنی گفتن شما این 41 توصیه رو که عمل کنید، حالا باید بیاید بشینید با هم دیگه ببینیم گام بعدی چیه که اون رو بردارید تا اینکه ساز تشکیلات FATF و دبیرخانه FATF در حقیقت روی عضویت ایران در FATF بیاد به تصمیم برسه. هیچ کسی به اعضای مجمع نمیگه که تحریم ها کی برداشته میشه، این نکست استپ چیه، و ما حالا منتظریم انشالله پاسخ مستند و مکتوب دولتی ها که بیاد در جلسه بعدی مجمع که احتمالاً به فروردین ما میفته. ما واقعا میخواستیم اسفند ما به یه نتیجهی برسیم که الان منتظر مستندات مکتوب دولت هستیم که در جلسات بعدی مجمع اونها را بحث کنیم. کارگروه ویژه اقدام مالی یا FATF نهادی بین دولتی است که استانداردهایی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تعیین می‌کند. این نهاد ایران را به دلایلی از جمله نپیوستن به دو کنوانسیون جهانی در لیست سیاهش قرار داده. کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم یا CFT و کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فرامرزی معروف به پالرمو. از 190 کشور 188 کشور این دو تا کنوانسیون را قبول کردند. ولی اصولگرایان میگویند تصویب لوایح پیوستن به این کنوانسیون ها در مجمع تشخیص مصلحت جلوی دور زدن تحریم ها را میگیرد. یعنی در شرایط تحریم ما دنبال خونسا کردن تحریم ها هستیم. بله. پس یه عده از این نگرانند که نکنه این اطلاعات درس پیدا کنه و این باعث بشه که سوء استفاده بشه. مجید انصاری یکی از متحدان دولت پیشنهاد داده که مجمع پیوستن به این کنوانسیون ها را به لغو تحریم های آمریکا مشروط کند. او گفته پیوستن به این دو کنوانسیون ارتباطی با خونساسازی تحریم ها ندارد. پیشنهاد این است که اعلام کنیم ایران خود را ملزم به گزارش دادن فعالیت های مرتبط با خونساسازی تحریم ها نمی داند. با این حق تحفظ نگرانی دوستانی که مخالف بودند برطرف می شود. دلیلی ندارد FATF نپذیرد. اگر هم نپذیرند مشخص می شود می خواهند به تحریم ها کمک کنند. دیروز 195 نماینده اصولگرای مجلس در بیانیه‌ای این دو کنوانسیون را استعماری خواندند و شرط گذاشتن را بیفایده دانستند. از منظر حقوق بین الملل هر نوع تصویب ولو به اسم الحاق مشروط به منزله عضویت در معاهده و لازم الاجرا بودن آن برای کشور است. شرط عدم اجرا تا لغو تحریم ها صرفاً برای تسلیم دولت ایران پیشنهاد شده و در حقیقت مصرف داخلی دارد.
در مورد تحریم ها اولا توجه بکنید. دولت پیش از یک سال است که میگوید نپیوستن به دو کنوانسیون به دور زدن تحریم ها کمک نمی کند. در فرض عدم الحاق، چون ما جزء کشورهایی قرار میگیریم که ریسکشون بالاست، اتفاقا گزارش ها باید گسترده باشه، نظارت باید گسترده باشه. یعنی این نیست که یک کشوری بیاد بتونه بگه که خب یه مورد این معامله مشکوکه، من اطلاعاتشو میخوام. میگن هر چه، چون ایران الان پر ریسکه، عضو اینا نیست، توی لیست غیر همکاره، هر معامله ای که یه گوشش به ایران بخوره بعد کل اطلاعات بیاد. پس در این صورت میگن گزارش سیستماتیک و نظارت سیستماتیک. چرا؟ چون الان تو لیست پر ریسکی. بنابراین اتفاقا امکان افشای اطلاعات در این فرض عدم الحاق بیشتره. ولی تمام مشکلات عالم بشریت حل نمی کنه. ما ممکنه هزار تا مشکل داشته باشیم، پنج تاش حل میشه. بعد شما میگید آه این 900 خورده ای که باقی موند. رئیس جمهوری ایران هم قبول دارد که با خروج از لیست سیاه FATF همه مشکلات کشور حل نمی شود. این در اختیار مجمع هست. حالا هر چه زودتر تصویب بشه این میتونه به نفع کشور، به نفع مردم باشه. اونجا هم دیوید لوئیس، دبیر اجرایی گروه ویژه اقدام مالی، همچنان با ما هست. آقای لوئیس، شما گفتید که نهادی سیاسی نیستید، ولی همه چیز در ایران الان سیاسی هست و به این مسئله به صورت سیاسی نگاه میکنه. از یک طرف تحریم ها رو داریم و از یک طرف دیگه FATF. اگر ایران تحریم ها فعلا چشم‌اندازی وجود نداره که برداشته بشه، اگر ایران به FATF بپیونده آیا کار براش راحت تر میشه؟ اگر دولت ایران بتونه این دو لایحه رو تصویب بکنه، یک قدم بسیار مهمی برای پیوستن ایران به جامعه بین‌المللی در مقابله با تأمین مالی تروریسم و پولشویی خواهد بود. این به نظام بانک جهانی اعتماد رو میده که بتونن با ایران تعامل داشته باشن در جهت مبارزه با پولشویی و مقابله و تأمین مالی تروریسم. بله، زندگی برای ایران راحت‌تر میشه. این شرط لازم هست، شرط کافی نیست. ایران باید کارهای دیگه هم انجام بده. اون کارها چه هست؟ به عنوان مثال ایران باید اطمینان حاصل بکنه که تروریست ها رو شناسایی بکنه و دارایی های اونها رو مسدود بکنه بر اساس قطعنامه شورای امنیت. باید اطمینان حاصل بکنه که بانک ها قشنگ مشتری های خودشون رو رسلت میکنن، اجازه بدن که این پول هایی که داره میره میاد سعی بکنن که احراز بکنن که بدون کمک به تروریست و کمک به پولشویی بوده. برای همین لازم هست که ایران این مصوبات رو تصدیق کنه. این گام هستش که ما انتظار داریم همه کشورهای دنیا بردارن. ما یک نهاد سیاسی نیستیم، ما یک نهاد فنی هستیم. 205 حوزه مختلف قضایی داریم که گفتن این استانداردها رعایت میکند. لازم هست که تمامیت و کرامت نظام مالی از طریق تصویب این دولایه حفظ بشه و ایران هم باید این کارو بکنه. ممنون از شما دیوید لوئیس، دبیر اجرایی گروه ویژه اقدام مالی. دست کم 10 راکت به پایگاه عین الاسد، بزرگترین قرارگاه نیروهای آمریکایی در عراق، اصابت کرده. مقام‌های امنیتی عراق میگویند یک پیمانکار غیر نظامی ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا جان باخته. این چهارمین حمله به مواضع نیروهای آمریکایی در 3 هفته گذشته است. گروه‌های تحت حمایت ایران مظنون اصلی این حملات هستند، اما ایران نقش داشتن در اونها را تکذیب کرده. نفیس کوهنورد، خبرنگار خاورمیانه بی بی سی فارسی، در استودیو با ما هست و در این مورد بیشتر صحبت بکنیم. نفیس، اتفاق امروز صبح افتاده، امروز بعد از ظهر آقای بلینکن صحبت کرد، چه واکنش هایی از طرف آمریکا تا اینجا شنیدیم؟ سخنگوی پنتاگون هم صحبت کرده و بیانیه داده و گفته که از نزدیک داریم تحقیقات نیروهای عراقی رو در مورد این حمله دنبال میکنیم، هنوز نمیتونیم به طور مشخص بگیم که این مظنون اصلی یا متهم اصلی این یا عامل این حمله چه کسی، چه کسانی هست، اما تایید کرده که فرد کشته شده آمریکاییه. شرایط خیلی بغرنجی رو این پیش میاره، برای اینکه زمانی که در آخر 2019 وقتی که پایگاه کیوان در کرکوک هدف حمله قرار گرفت، زمانی که هنوز آمریکایی‌ها اونجا بودن، یک مترجم عراقی آمریکایی هم کشته شد. پاسخ آمریکا اون موقع دوره آقای ترامپ این بود که یک عملیات هوایی گسترده انجام داد علیه کتایب حزب الله، تعداد زیادی از این نیروها کشته شدند.
بعدش هم در نهایت شرایطی پیش اومد که ختم شد به کشتن آقای سلیمانی. و برای همینم الان خیلی ها منتظرن ببینن که پاسخ آمریکا چیه. آمریکا اعلام کرده که تا زمان مشخص شدن این تحقیقات منتظر میشیم و پاسخ درخور رو خواهیم داد. جواب آمریکا به حمله اربیل که همین چند روز پیش از این حمله اتفاق افتاده بود به فرودگاه اربیل محل استقرار نیروهای آمریکایی، این بود که باز هم مواضع کتایب سید الشهدا و کتایب حزب الله در سوریه هدف قرار گرفته شد، بمباران شد. چیزی که متفاوت هم میکنه این حمله رو، اولا اینکه صبح انجام شده در روز روشن، حتی اگر راکت انداز رو شب منتقل کرده باشن به گفته بعضی از کارشناسای نظامی و همچنین نیروهای ائتلاف، باز هم سوال برانگیزه که چرا اینقدر راحت این راکت انداز اونجا رفته. فشار رو روی دولت عراق خیلی بیشتر خواهد کرد و تنش داره بالاتر میره. و همیشه هم حداقل از طرف بسیاری میشنیم که دست ایران در این حملات دیده میشه. این بار گروه هایی که خودت هم ازشون اسم بردی، اونها واکنششون چه بوده تا اینجا؟ تا الان سکوت. تا ما میدونیم که کتایب حزب الله سال قبل، اواخر سال قبل اعلام آتش بس کرد برای متوقف کردن این حمله های راکتی و گفت که میخواییم فرصت بدیم به آمریکایی ها که برن. حمله هایی که بعد از اون اتفاق افتاد، نزدیک 6 حمله راکتی اتفاق افتاده رو همه رو محکوم کرده کتایب حزب الله و گفته ما نیستیم. اما مسئله اینه که گروه های بینام و نشانه که ادعای انتقام خون آقای سلیمانی رو دارن اعلام کردن که مسئولش هستن از طریق تلگرام، و برای همین هم هست که انگشت انتقام همچنان به سمت ایران هست و خیلی سخته که خلافش رو بشه ثابت کرد. برای اینکه همین الان هم نگاه بکنید در شبکه‌های اجتماعی، در تلگرام، اینها شبکه‌های متصل به ایران یا گروه‌های نزدیک به ایران هستند که اولین خبر این حمله‌ها رو منتشر می‌کنن، کلاً جشن می‌گیرن، با یک فضای شاد این رو اعلام می‌کنن که داریم به آمریکایی‌ها حمله می‌کنیم. و خیلی دشواره که مشخص بشه که این گروه‌ها نیستن. تا الان هم هرچه بوده نیروهای نزدیک به ایران بودن که حمله راکتی انجام میدن و میدونیم که این نیروها میخوان که آمریکا کلا از عراق خارج بشه. ممنونم ازت نفیسه کنوت، همکارم خبرنگار بی بی سی فارسی در خاورمیانه با ما. ممنون. رئیس جمهوری ایران میگوید لحن دولت جدید آمریکا کمی تغییر کرده، اما این دولت برای لغو تحریم ها هنوز قدم جدی بر نداشته. حسن روحانی گفته اگر اراده جدی در دو طرف دیده شود میتوان مناقشه هسته‌ای را ظرف یک هفته حل کرد. در همین حال 32 نهاد آمریکایی در نامه‌ای به جو بایدن رئیس جمهوری این کشور از او خواستند هر چه سریع‌تر با عمل به وعده‌های انتخاباتی خود به برجام بازگردد. تیتا پارسی، معاون اجرایی مرکز مطالعاتی کوینسی از واشنگتن دی سی با ما هست. آقای پارسی، ما دیشب با گروهی اسرائیلی صحبت کردیم، اونها نامه نوشته بودند به آقای بایدن و از او خواسته بودند که بر نگرده به برجام. شما نامه ای نوشتید و در اون خواستید که برگرده آقای بایدن زودتر به برجام. دلایلتون چه است؟ درود بر شما، درود بر بینندگان گرامی. قبل از اینکه شروع کنیم اجازه بدین که از بینندگان عذرخواهی کنم. من ترجیح میدم که به زبان انگلیسی صحبت کنم، چون متاسفانه یک کمی برای من سخته که در این موارد به فارسی حرف بزنم. در ارتباط با سوالی که شما مطرح کردین، از طرف اسرائیلی ها خب طبیعی هستش که اونها نخوان برجام دوباره احیا بشه. اصلا از همون اول هم مخالف برجام بودن. ترجیح اسرائیلی ها این هستش که دشمنی بین ایران و آمریکا همیشگی و دائمی باشه. از نقطه نظر کسانی که اون نامه رو نوشتند و به بایدن فرستادند، ما معتقد هستیم برای منافع ملی آمریکا مهم هست، برای ثبات در خاورمیانه مهم هست و همینطور برای مردم ایران مهم هست که این فشارها و این تحریمها لغو بشه. به نفع همه این مواردی که گفتم هست که برجام هر چه زودتر احیا بشه. اگه غیر از این باشه، امکان داره دولت بایدن در همون تله گرفتار بشه که دولت ترامپ خودشو بهش گرفتار کرد. به نظر ما مهم هست که ما در این تله گرفتار نشیم. امروز صحبت‌های آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا رو دیدیم. او گفت به خوبی دولت بایدن متوجهه که شرایط
شرایط 4 سال پیش یا حتی 8 سال پیش نیست. شرایط در خاورمیانه تغییر کرده و او گفت که عملا بازگشت تقریبا میشد از لحن او متوجه شد که اونها میدونن که نمیتونن راحت برگردن به برجام. پاسخ شما به گفته های بلینکن چه است؟ I think this completely breaks with what the Biden administration. من فکر می‌کنم حرفای او کاملا متفاوت هست با حرفایی که دولت بایدن قبل از پیروزیش گفت، کاملا متفاوت هست با اون چه که در منشور دموکرات‌ها اومده که برجام باید هر چه سعی احیا بشه آمریکا باید برگرده به برجام. هر اتفاقی که افتاده در خاورمیانه، هر شرایطی که عوض شده، دلیل عوض شدن شرایط به خاطر خروج آمریکا، به خاطر خروج دولت ترامپ از برجام هست. در ارتباط با تغییراتی هم که اتفاق افتاده، مشکل که اتفاق افتاده، بهترین راه چاره‌اندیشی برای مشکلات به گفته خود دولت مردان بایدن حتی همین چند ماه پیش این بود که آمریکا به برجام برگرده و از طریق برجام این مشکلات رو حل بکنه از طریق دیپلماتیک. من الان فکر نمی‌کنم که حالا دولت بایدن فکر می‌کنه که خارج از چارچوب برجام میتونه مشکلات رو حل بکنه. اگه بخوان اینطوری فکر کنن، خب طبعاً میشه گفت که دولت بایدن داره همون مسیر دولت ترامپ رو ادامه میده. آیا مسئولیتی هم برای جمهوری اسلامی در بابت بی‌ثباتی در منطقه قائل هستید با توجه به آنچه که در عراق می‌بینیم، آنچه که در یمن می‌بینیم و کشورهای دیگر منطقه که عملا دست ایران کم و بیش مشخص است در بی‌ثباتی در اونجاها هم نقش داره و بارها هم گزارش‌های این راه رو ثابت کردن، آیا فکر می‌کنید که دولت ایران هم نقشی رو باید بازی بکنه تعهداتش رو که کاهش داده در برجام؟ Absolutely. ایران مسئولیت بسیار زیادی داره به خاطر اتفاقاتی که داره خاورمیانه میفته، همونقدر که سعودی ها، همونقدر که اماراتی ها و اسرائیلی ها مسئول هستند. اما سوال اینجاست که بحث یمن یا بحث اتفاقاتی که تو خاورمیانه میفته جزء برجام نبوده. نه ایران نه آمریکا وظیفه نسبت به این قضایا در برجام ندارن. وظیفه اونها فقط در حوزه هسته‌ای هستش. برای اینکه اون مسائل بهشون رسیدگی بشه که باید رسیدگی بشه، اول ما باید اطمینان حاصل بکنیم که برجام مورد احترام تمام بازیگران باشه. ایده از همون اول هم این بوده که اول برجام بعد مسائل دیگه. ما وقت زیادی رو به خاطر دولت ترامپ از دست دادیم، الان هم وقت بیشتری رو از دست میدیم. اگر دولت بایدن متعهد نباشه به وعده‌ای که مردم آمریکا داد و اونی که هر چه سریعتر به برجام باز می‌گردن. ممنونم از شما تویتا پارسی، معاون اجرایی مرکز مطالعاتی کوینسی واشنگتن. با دادستانی دادگاه بین‌المللی مردمی آبان در نامه‌ای به سفیر ایران در لاهه ضمن احضار 10 نفر از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستار ارائه مدارک از طرف آنها درباره وقایع آبان ماه 98 شده. اعتراض های گسترده که به شدت سرکوب شد و صدها نفر در اون کشته شدند. در سالگرد این اعتراض ها چند سازمان مدافع حقوق بشر با همراهی عده‌ای از فعالان اعلام کردند که در شهر لاهه این دادگاه رو برای رسیدگی به اونچه که اتفاق افتاده برگزار می‌کنند. جزئیات ماجرا در گزارشی از مریم افشان. 16 ماه از وقایع آبان 98 گذشت. صدها نفر کشته شدند، هزاران نفر مجروح و بازداشت. خانواده‌های عزادار و خانواده‌های نگران سرنوشت عزیزان دربندشان. با اینکه از همان روزهای اول بعضی از مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردند عده‌ای از کشته شدگان جز معترضان نبودند، تاکنون هیچ دادگاهی برای رسیدگی به پرونده قربانیان تشکیل نشده. چه آنها که به بالا رفتن قیمت بنزین معترض بودند، چه آنها که رهگذران خیابان بودند و حتی کودکانی که از مدرسه به خانه برمیگشتند. یکی از کشته شدگان بهمن جعفری متولد سال 1370 است. 25 آبان ما در شیراز بهمن از منزل خارج شد و تا ساعتی بعد تو چهارراه زندان عادل آباد به ضرب 4 گلوله به ناحیه سمت چپ بدنش، از کلیه کتفش، قلبش کشته شد. بهمن هم مثل تمام جوانهای ایران خواستار آزادی بیان و زندگی بهتر بود. اونم مجرم بود، نه جزو هیچ گروه و گروهکی بود. تنها جرم او جوانیش بود. بعد از یک هفته رفت و آمد و احضار کردن کل خانواده، پیکر تیکه تیکه شده او رو بهمون تحویل دادن. و طبق دستور مقامات
امضا گرفتن، تعهد گرفتن که اجازه هیچ نوع مراسم سوگواری و به قول معروف ختم و اینجور چیزا رو نداشته باشیم با وجود مامورای امنیتیشون خارج از شهر و طبق خواسته اونا به خاک سپرده شد. این اتفاق، این داغ اینقدر سنگین بود که مدتی بعد پدر بهمن سکته مغزی کرد، تا جایی که این پدر حتی توان این که دادخواه خون فرزندش باشه رو نداره. حالا دادستانی دادگاه بین‌المللی مردمی آبان 38 نفر از مقامات حکومت ایران را به عنوان متهم جنایت علیه بشریت معرفی کرده. این دادگاه نمادین در نامه‌ای به سفیر ایران در لاهه ضمن احضار ده‌ها نفر از مقامات جمهوری اسلامی خواهان ارائه مدارک درباره وقایع آبان 98 شده. از او خواسته به مقامات ایران از جمله علی خامنه‌ای، حسن روحانی، علی شمخانی، ابراهیم رئیسی، عبدالرضا رحمانی فضلی و محمود علوی اطلاع دهد که به جنایت علیه بشریت و نقض شدید حقوق بشر متهم شده اند و اگر مدرکی در دفاع از خود دارند در اسرع وقت به دادستانی دادگاه بین‌المللی مردمی آبان ارائه کنند. با اینکه ما پرونده تشکیل دادیم، شکایت کردیم، ولی تا این لحظه هیچ مقامی، هیچ ارگانی به ما هنوز نگفتن چه اتفاقی افتاده. ما خانواده های کشته شدگان آبان ما تنها خواستمون یک دادگاه عادلانه و یک قاضی بی‌طرف. ندارم به پیغمبر قسم، به این دهه قسم میگفتن 3 سال الان ندارم. میگفتند گرانی بنزین سفره‌هایشان را کوچکتر می‌کند و چاره‌ای بجز اعتراض ندارند. جوابشان گلوله بود و بازداشت و خشونت. خانواده‌های قربانیان آبان 98 بیش از 1 سال است که می‌پرسند چرا و به چه جرمی و به دنبال دادخواهی هستند. سازمان‌های عدالت برای ایران و حقوق بشر ایران و سازمان بین‌المللی با هم علیه اعدام به همراه گروهی از حقوقدانان برجسته بین‌المللی همزمان با سالگرد وقایع آبان 98 اعلام کردند که در شهر لاهه دادگاه بین‌المللی مردمی آبان را برای رسیدگی به سرکوب اعتراضات برگزار می‌کنند. رویدادی که قرار بود بهمن ماه برگزار شود ولی به دلیل کرونا تا تیر ماه سال 1400 به تعویق افتاد. مریم افشنگ، بی بی سی. انتشار بخشهایی از موزیک ویدئوی جدید ساسیمانکن در روزهای اخیر جنجالی به پا کرده. حضور یک بازیگر فیلم‌های پورن در این موزیک ویدئو بحث‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی به راه انداخته. حساب کی میخوای ول کنی بری سمیه ها، روزایی که خونه نیستیم و پارتی میکنیم. از فعالان حقوق کودک گرفته تا والدین و مخالفان فیلترینگ و همچنین منتقدان محدودیت آزادی در شبکه‌های اجتماعی در چند روز گذشته نظرات متفاوتی در این باره مطرح کردند. سازمان نظارتی صدا و سیما تبلیغ آهنگ جدید ساسیمانکن در رسانه‌های اینترنتی داخل ایران رو ممنوع اعلام کرده. همکارم پویا قربانی با ما هست تا در این مورد بیشتر صحبت بکنیم و از واکنش‌ها در شبکه‌های مجازی بگه. مخالفت‌ها پویا خیلی زیاد بود، حداقل از گروه‌های مختلف می‌شد اینو شنید. داغ‌ترین بحث مجد در شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان در دیروز و امروز بحث این تیزر موزیک ویدیو جدید ساسی هست، فارغ از اینکه کاربران طرفدار آهنگاش باشن یا اینکه آهنگای اون رو مبتذل بدونم. بحث بر سر استفاده از الکسیس تگزاس در این قسمت از میوزیک ویدیو واکنش‌های بسیار گسترده‌ای رو برانگیخته، از همونطور که اشاره کردی والدین، فعالای حقوق کودک و حتی رئیس شبکه کودک در صدا و سیما جمهوری اسلامی محمد سرشار رشته توییت مفصلی کرده بود و در اون از جمله خواسته بود از پدر مادرهای خارج ساکن ایران که با استناد به کنوانسیون حقوق کودک از ساسیمانکن حتی شکایت کنه. اما بسیار پرتکرار نقش حکومت در سوق دادن بخشی از جامعه به استفاده از فیلترینگ، بخشی که لزوما در حالت عادی در حکومت‌های نرمال این اتفاق نباید می‌افتاد.
مثلا اشاره میکنم به دریغ کردن کوچکترین آزادی ها، فقدان آموزش های جنسی، و اینکه اشاره میکنن بعضی از پدر و مادرها که الان بخصوصا بعد از فیلترینگ تلگرام، استفاده از فیلتر شکن و وی پی ام بسیار گسترده شده و همینطور آموزش از راه دور در دوران کرونا باعث شده که بسیاری از کودکان به تبلت ها و موبایل هوشمند دسترسی داشته باشن. به هر حال از این خطرات ابراز نگرانی میکنن، اما بسیاری هم هستن گروهی که میگن هر ریاکشنی به این موزیک ویدیو برایش اینو تبلیغ حساب میشه. در حین همین انتقادات بد نیست بدونیم که سرچ نام الکسیس در موتورهای جستجوگر در همین دو روز گذشته به 100,000 بار هم رسیده و همینطور این الگو رو میشه در افزایش دنبال کننده‌هاش در اینستاگرام دید. در همین موزیک ویدیو هم بارها و بارها دیده شده، یعنی به نظر میاد که اونم جزء پربیننده ترین همون بیش از 10 میلیون بار مجید و موزیک ساسی که همین ساعتی پیش منتشر شد تا دقایق پیش 300,000 بار پخش شده بود از پلتفرم رادیو جوان. اما موافقانی هم دار اتفاقا، اونها کسایی هستن که به نقش پدر و مادرها اشاره میکنن، اونها کسایی هستن که میگن که اگر میخواید کودکتون در مقابل این مواجهه با همچین محتوایی از خودش بتونه محافظت کنه، باید اونها رو آموزش بدید، حالا که حکومت این کار رو انجام نمیده، اونها رو زندانی نکنید، به اونها در حقیقت آموزش بدید. اونها اشاره میکنن که ساسی مانکن عمو پورنگ نیست، خواننده بزرگساله و از جمله بزرگسالان حتی حق دارن که به عنوان سرگرمی پرن ببینن. اینا کسایی هستن که تو طبقه بندی لیبرتاریان من قرارشون میدم، اما موافقانی هم از جمله داره. اونها همونطور که گفتم اشاره میکنن به بحث اینکه لزوماً رتبه بندی بر اساس کودک و این داستان موسیقی نمیتونه به این محدودیت بیانجامه. ممنونم ازت پویا. پویا قربانی همکارم با ما. بحثا همونطور که گفتم همچنان ادامه داره، به خصوص که این موزیک ویدیو هنوز هم ویدیوش منتشر نشده. برای بحث بیشتر در این مورد داریوش محمدپور پژوهشگر علوم سیاسی از لندن با ماست و همینطور مینا خانی فعال اجتماعی از برلین به ما پیوسته. خانم خانی اجازه بدید با شما شروع بکنیم و با صحبتی که همین الان پویا کرد. گفت ساسی مانکن عملا وقتی میگیم برای بچه ها، او که تولید کننده محتوا برای بچه ها نیست، چرا او رو اینقدر در شبکه های اجتماعی امروز مسئولیتی رو در واقع نسبت به اون میدونن که باید انجام میداده در قبال بچه ها؟ من فکر میکنم یکی از دلایل مهم این که چرا واقعا جامعه به ساسی مانکن و ساسی مانکن ها واکنش نشون میده در مواجهه با حالا اون چیزی که شاید در داخل گیومه من میذارمش به نحوی شاید ابتذال خونده میشه، اینی که ما در شرایط استبدادی در ایران داریم زندگی میکنیم. یعنی وضعیت جامعه ما یک وضعیت جامعه آزاد نیست. بسیاری از استدلال هایی که مطرح میشه در مورد که به هر حال پورنوگرافی هم میتونه آزاد باشه، آموزش جنسی کودکان باید در جاهای دیگه صورت بگیره، جامعه اصولا باید آزاد باشه، اینا به خودی خود استدلال های غلطی نیستن. ما نمیتونیم ابتذال رو باهاش به روش معلم های پرورشی توی دبستان ها و دبیرستان ها رو راهنمایی های مثلا ایران برخورد بکنیم. قاعدتا تا یه حدی آزادی بیان، آزادی در واقع تولید محتوای هنری، حتی وقتی که نزدیک میشه به اون چیزی که اصطلاحاً ابتذال خونده میشه، من هم به اون واقفم. ولی فکر میکنم علت اصلی این واکنش ها اینه که در وضعیت استبدادی هنرمندها یا کسانی که در واقع ارتزاق میکنن از اون سرمایه اجتماعی هنری که دارن، یک نقش دیگه‌ای در واقع جامعه ازشون میخواد، این مسئولیت بیشتری ازشون میخواد حتی از نقشی که اونا معمولا توی جامعه دموکراتیک دارن، در نتیجه واکنش برانگیز میشه. یعنی در واقع جامعه اون قسمت منتقد از اونها سوال میپرسه که آیا شما خودتون رو مسئول نمیدونید در برابر این وضعیتی که ما درش زندگی میکنیم؟ این سوال به نظر من سوالیه که اصلا اشکال نداره که از بنابراین شما بودید از الکسیس تگزاس در ویدیو کلیپتون اگر جایگاه ساسی مانکن رو داشتید استفاده نمی کردید؟ به هیچ عنوان.
آقای محمدپور، به نظر میرسه ولی ساسی به هدفش رسیده، یعنی ویدیو کلیپ او بسیار دیده شده، مثل چند ویدیو کلیپ قبلیش به هر حال جنجال برانگیز شده. شما فکر میکنید که او کار درستی کرده، از الکسیس تگزاس استفاده کرده در ویدیو کلیپش یا نه؟ ببینید، مسئله درست یا غلط بودنش فرع ماجراست. من در ادامه صحبت‌های مهمان عزیز دیگر برنامه می‌خوام اینو اضافه کنم که اینی که چرا چنین نوع محتوایی در دسترس کودکان قرار می‌گیره، مگر در غرب که محتوای جنسی صراحتاً منع قانونی نداره در دسترس کودکان قرار میگیره؟ مگه بچه کوچیک مرتب اینا رو میبینه؟ اصلا چرا نگاه کنیم به دنیای مدرن و امروزی؟ مگر شعر سوزنی سمرقندی که اشاره شناخته شده است سرشار از این اشارات‌های صریح جنسی نیست؟ چرا اینا دم دست بچه‌ها نیست؟ به خاطر اینکه الان ما توی زمانه زندگی میکنیم که رسانه شده سکوی پرتاب اینها و شعر سوزنی سمرقندی یا نمیدونم بخشای جنسی مثنوی مولوی رو هر کس هر کس نمیخونه، مردم مرتب اینو نقل نمیکنن. این یه جنبه ماجراست که به نظر من خیلی بستگی داره به آموزش فرهنگ، یعنی با بکن و نکن شما نمیتونید بیاد به مردم بگید آقا این نوع محتوا رو به بچه‌تون نشون ندید. باید یه هم قوانین وجود داشته باشه، هم آموزش فرهنگی وجود داشته باشه، بدور از دخالت‌های حداکثری حکومتی که نتیجه شده اینی که ما امروز داریم می‌بینیم. نتیجه این دخالت‌هایی که برای مردم تو اخلاقیات تعیین تکلیف می‌کنه، در سیاست تعیین تکلیف می‌کنه، در لباس پوشیدن تعیین تکلیف می‌کنه. همه متوجه نشدم. به هر حال شما مسئولیت اجتماعی رو متوجه ساسی می‌دونید برای اینکه از چنین کسی استفاده بکنه یا نه؟ ببینید، مگه در بقیه دو جاهای دیگه مردم فاقد مسئولیتن؟ ایشون ممکنه توی فضای دیگر این کار رو انجام بده و هیچ اتفاقی هم نرفته، آبم از آب تکون نخوره. عرض من اینه که ما چرا اصلا باید بله اگه منو بذارن جای ایشون هرگز این کارو نمی‌کنم، به خاطر که من اصلا نه این جنس موسیقی رو دوست دارم نه قائل به این هستم، اصلا توی افق دیگری سعی می‌کنم. ولی این آدم اینجوریه، این آدم اینجوری فکر می‌کنه. عرض من اینه، به شما مثال عوض کنید، شما میگید که مگه مسئولیت ندارن. من برای شما ساسی مانکن و تتلو رو می‌ذارم کنار مداهانی که امروز در جمهوری اسلامی واقعا داغ دقیق لات مذهبی هستند که آقای حمیدرضا جلالی پور نباب کرد. این لات مذهبی ها مت میگن با مقدسات دینی، حتی در سطح نازل ترین تعابیر جنسی با مقدسات مردم بازی میکنن. اینا مسئولیت ندارن؟ خب طبعا مسئولیت دارن، بخاطر این که به نوع حاکمیت جمهوری اسلامی رو هم شما مسئول اون چه که اتفاق افتاده میدونید. یه بخش مهمی از ماجرا به خاطر این فرهنگ خودکامه است که میخواد در همه چیز تعیین تکلیف کنه. ما یادمون نره که زبان و فرهنگ و موسیقی رو آدما نمیتونن از بالا عوض کنن، به مرور زمان از متن جامعه در میاد. اینی که به قول شما مشهور شده، نمیدونم اینقدر جستجو برای اینا بالا رفته، یعنی یه چیزی کف جامعه وجود داره، مردم میترن یه همچین چیزی رو. ولی اینی که شما یه فضایی در جامعه فراهم کردی که باعث بشه اینا رشد کنه، خب طبیعیه. میگه که به قول حافظ میگه نوای بلبل تا گل کجا پسند افتد، که گوش و هوش به مرغان هرزه گو داریم. ما همین مملکتی رو داریم که تو این 20 سال گذشته صدای شجریان ممنوع بوده، هزار کار با موسیقی ما کردن، صدای زن همچنان ممنوعه. خب چه انتظاری دارید به ساسی مانکن برسه مردم چیکار کنن؟ همین کاری که الان کردن عادی ترین اتفاقی بود که ممکن بود بیفته. خانم خانی، شما چقدر حکومت رو مسئول میدونید در اینجا؟ من مسئولیت کلیه این وضع رو در واقع حکومت میدارم، از این جهت مخالف نیستم با حرفی که مهمان دیگه برنامه میزنم. ولی چیزی که هست اینی که اتفاقا چون شرایط استبدادیه، اتفاقا چون هیچ چیز سر جای خودش نیست. ببینید، منم دنبال کردم، دیدم که بسیاری از فعالین اجتماعی، کنشگران حقوق کودک و غیره و غیره ناراحت و عصبانی شده بودن و فکر میکردن که اینها به هر حال بدآموزی داره. بله، در یک دنیای آزاد وقتی هر چیزی تا یه حدی دست کم جای خودش باشه، شما آموزش مسائل جنسی به کودکان میدی، شما آموزش میدی که ابتذال هم در جامعه وجود داره، شما حق انتخاب رو به کودک آموزش میدی. حتی اصلا چرا بریم سراغ کودکان؟ در جامعه آزاد بزرگ سالان هم وقت میون این انواع و اقسام موسیقی های مختلف، میون ابتذال و در واقع یک سطحی از تولید محتوای حالا یه مقدار آموزنده تر یا با پرمعناتر، حق انتخاب دارن. ولی در وضعیتی که در واقع هیچ چیز سر جای خودش نیست، یک چیز باقی میمونه و اونم قضاوت افکار عمومی. من اینطور نمیبینم که این که در واقع
این دید زیاد داره صحبت میشه در مورد این ویدیو یا افراد بسیار بسیار زیادی این ویدیو رو دادن، لزوماً در مورد این ویدیو به این معناست که همه استقبال کردن. بله، از لحاظ اقتصادی به نفع یک هنرمنده که حتی یه همچین دو قطبی شکل بگیره و همه در مورد اثری صحبت بکنن و یه عده موافق باشن و یه عده مخالف باشن. اما آنچه که میدونیم اینه که بخش زیادی از این مخالفت ها هم وقتی اونجا داریم میگیم ویو ها رفته بالا و بسیاری از آدم ها تماشا کردن، بسیاری از آدم ها تماشا کردن که اتفاقا ببینن که این چی هست که در مورد بهش داره نقد میشه و وقتی دیدن ممکنه باهاش مخالف باشن. در نتیجه صرف ویو بالا رو ما نمیتونیم بگیم که این یه موفقیت از لحاظ هنری. برای خود اون هنرمند ولی به هر حال موفقیت هست دیگه. از لحاظ اقتصادی میتونه بسته به ارزش‌هایی داره که یک نفر برای خودش تعیین میکنه. اگه مسئله فقط مارکتینگ و در واقع مسئله اقتصادش باشه که به نفع ایشونه، 100% به نفع ایشونه. اما از لحاظ در واقع تاریخی و اجتماعی ما یه چیزی به اسم قضاوت تاریخی هم خواهیم داشت. مردم برخواهند گشت به این روزها، به شرایطی که به نظر من به درستی ادهی در موردش در شبکه‌های اجتماعی صحبت کردن، به پورنوگرافی که از فقر و اعتیاد ساخته میشه، به پورنوگرافی که از کل وضعیت در واقع نابرابر بی عدالتی که الان در ایران هست ساخته میشه، به این وضعیت برخواهند گشت و یک قضاوت تاریخی هم وجود خواهد داشت. اونجاست که هنرمند میتونه انتخاب بکنه بین اینکه از لحاظ اقتصادی همسو اتفاقا با سیاست‌های حاکم هرچی بیشتر بیشتر وضعیت رو به سمت ابتذال پیش ببره، یا اینکه یک مقداری برای خودش در واقع مسئولیت اجتماعی قائل بشه و فردای روز در واقع یک قضاوت تاریخی دیگه‌ای در موردش بشه. آقای امانت‌پور، این بحث مسئولیت اجتماعی بارها و بارها مطرح میشه و سوالی است به هر حال که خود ساسی هم نیست اینجا که بتونه پاسخ بده به اینکه آیا اون مسئولیت اجتماعی که به گردن او بوده آیا اون او نقضش کرده یا نه. ولی شما چه حد مسئولیت اجتماعی رو واقعا به گردن او میبینید، به خصوص که هدف یک هنرمند بیشتر دیده شدن کارش هست؟ ببینید، هدف هنرمنده که بیشتر دیده شدن کارش باشه با چه میدونم کسی که صنعت نمیدونم روسبیگری رو داره پی میگیره یا با کسی که داره قاچاق مواد مخدر میکنه فرقی نداره. ما نمیتونیم هنر رو در این سطح بیاریم پایین یا فکر کنیم که با همه چیز میشه هنری برخورد کرد. من کاملا با خانم خانی از جهت مسئولیت فردی موافقم، ولی مسئولیت من در سه سطح میبینم. یکی مسئولیت حکومت که به اعتقاد من تا حد بسیار زیادی مقصره، به خاطر اینکه زمینه بروز این چیزها رو فراهم کرده. یکی مسئولیت فرد، یعنی خود هنرمند بالاخره میدونه چه جنسی رو داره عرضه میکنه. یکی هم مسئولیت جامعه است که واکنش نشون میده. بله، همه جامعه نرفتن به سمتش، همینی که عده واکنش منفی نشون دادن یعنی در نقطه مقابل این قرار گرفتن، ولی یه بخش دیگری از جامعه هستن که بهش اقبال میکنن. اینا مسئولیت دارن. ببینید، شما اگه مثال سیاسیشو بخواید بزنید، یه زمانی یه عده‌ای در این کشور رفتن به آقای احمدی نژاد رأی دادن. تمام اونهایی که رفتن به احمدی نژاد رأی دادن همچنان بار مسئولیت تمام اون فجایع سیاسی اقتصادی فرهنگی این به دوششون هست. یعنی مسئولیت یه چیز جمعی است، اینجوری نیست که بگیم آقا فقط حکومت مسئوله. بله، حکومت مسئوله، فرد هم مسئوله، جامعه ای که به این واکنششون میدن مسئوله. یعنی من اگر به عنوان پدر و مادر یا به عنوان یک کسی که بخشی از جامعه فرهنگی هستم، دانسته یا نادانسته، خواسته یا ناخواسته، زمینه رو هموار کردم و فراهم کردم برای که این نوع موسیقی بره ذهن فرزند من رو پر کنه یا ذهن جوان جامعه رو پر کنه یا بخواد ازش لذت ببره، خب دیگه وقتی شما اینو گوش میدی طبعا یا به این اقبال میکنی به یه موسیقی دیگری اقبال نمیکنی. البته مثلا اینجاست که اصلا اینجا داستان موسیقی نیست دیگه، یعنی بحث دیگری است. یعنی اگر موسیقی بود که خب موسیقی های پیشین ایشون باید اونها هم همین موسیقی هستن. بحث استفاده از یک ستاره فیلم های پورن هست که خیلی بحث برانگیز شده. خانم فکر نمی کنین که یه مقدار جامعه زیاد واکنش زیادی نشون داد به این مسئله؟ شاید واکنش به نظر یه مقدار اغراق شده بیاد، شاید جامعه داره دردهای خودش رو در لحظه های دیگه‌ای به یک شکلی یک جوری جمع میکنه و بعد روی این نقطه فرافکنی میکنه. اما این همه ماجرا نیست. ماجرا اینه که در وضعیتی که مردم در فقر رو
واقعا فلاکت زندگی میکنن، نابرابری، حتی همون نابرابری جنسیتی یکی از مهمترین وضعیت‌هایی هست که ما الان در ایران باهاش روبرو هستیم. چیزی که اشاره شد، در کشوری که زنان آزادی آواز ندارن، آزادی حق انتخاب پوشش خودشون رو ندارن، هنرمندی ستاره پورنوگرافی رو از یک جای دیگه برمیداره میاره و در واقع فقر رو، فلاکت و اعتیاد رو، ببین من فکر نمی کنم اینجا واکنش مردم، یعنی مردم رو من اینقدر دست کم نمی گیرم که واکنششون فقط به استفاده از یه چهره پورنوگرافی باشه. اونجا داره ارجاع داده میشه به یک فیلم به اسم ابد و یک روز که موضوع اون فیلم در واقع مسئله اعتیاده، مسئله در واقع حبس ابد و امثال هم هست و اونجا ما داریم با پورنوگرافی ذکر، یعنی اون چهره ستاره پورنوگرافی که داریم در اون ستینگ میبینیم به صورت سمبولیک و به صورت محتوایی کل اون تیزر 30 ثانیه‌ای که ما دیدیم داره اون وضعیت فقر و فلاکتی که در اون فیلم نشون داده شده، حالا سر ارزش گذاری در مورد اون فیلم من بحثی ندارم، ولی در مورد وضعیت فقر و فلاکتی که تو اون فیلم نشون داده شده رو داره پورنوگرافیزه میکنه. معلومه که این واکنش عمومی میطلبه، اونم در شرایطی که همه ناراحت و خشمگین هستن. آقای محمدپور نظر شما؟ ببینید فقط من یه نکته اضافه میکنم، اون نکته هم این است که به این موضوع مربوطه، تو موارد دیگر هم پیش میاد که به خاطر جوی که در جامعه حاکمه خیلی وقتها واکنش ها در بستر یه سری رفتارها، سخنان، گفتارهای تحریک‌آمیز بیشتر موج ایجاد میکنه. حالا اینم تحریک‌آمیزه، یک کسی ممکنه بیاد مثلا چه میدونم درباره پیغمبر اسلام یه حرفی بزنه، یک کسی ممکنه بیاد درباره چه میدونم نوع پوشش یک کسی حرفی بزنه و اگر زمینه سیاسی و اجتماعی برای پادادن به اینها فراهم باشه خب طبیعیه مردم بهش واکنششون میدن. یعنی فراموش نکنیم که اینجا گره میخوره به یه نوعی از مقاومت سیاسی، یعنی مقاومت سیاسی هم من اینجا با خانم خانی اختلاف نظر دارم، مقاومت سیاسی هم داره اینجا به ابتذال کشیده میشه، یعنی نوع مقاومت سیاسی ما شده واکنش شون دادن به سازمان کندران که اصلا موضوع بحث ما حقوق مردمه، نه اینی که شما که صاحبان قدرت رو چجوری جابجا میکنید. ما نمیتونیم صاحب قدرت رو جابجا کنیم، ولی الان مثلا باید به سازمان کندران بگیم تو فیلمت اینو بیار یا اونو نیار. یعنی اگر جامعه این سطح از بلوغ رسیده باشه دیگه این به طور طبیعی توی تراز دیگری حل میشه مسئله، ولی الان ما با در این سطح بجنگیم، در این سطح باید اعتراض کنیم. خانم خانید 15 ثانیه پاسختون رو بفهمید. این مردم همون مردم میان که آبان 98500 به روایت رویترز کشته دادن و به روایت امنیستی اینترنشنال صدها کشته دادن. به نظر من مردم ایران خیلی دارن بها میدن و اتفاقا صد، یعنی دموکراتیک ترین کاری که میتونستن بکنن اینه که از آن وسیله‌ای که دارن استفاده بکنن برای اینکه بگن ما موضوعات بسیار بسیار مهمی داریم و فقر و فلاکت رو اینجوری به ابتذال نکشید و کار دموکراتیکی کردن. به نظر من ممنون از شما. مینا خانی فعال اجتماعی از برلین با ما و داریوش محمدپور پژوهشگر علوم سیاسی از لندن. این توضیح رو هم باید بدم که با مدیر برنامه‌های ساسی مانکم ما تماس گرفتیم، از او خواستیم که در این برنامه شرکت کنه اما او درخواست ما رو پاسخی عملاً ندادن به درخواست ما. کلین سلام یا سلام عروس یکی از رسمای بسیار قدیمی زنان ترک تبار افغانستانه که مدت هاست دیگه اون رنگ و بوی گذشته رو نداره. حالا شماری از زنان در شبرقان در شمال افغانستان تلاش میکنن این رسم کهن رو گسترش بدن. علی حسینی در سفرش به شبرقان در مراسمی شرکت کرده که در اون لالایی مادرانه ازبیک ها خوانده میشه، قاشق بازی مشهورشون در این مراسم برگزار شده و عروسی به سلام دادن مادر شوهرش رفته. عاشقانه های مادرانه از زبان کودکی در شبرقان. للو، لالایی، تکگویی و مونولوگی پر از آرزو، غم و اندوه مادرانه است. برای آرامش کودکی در گهواره. به خواب نور چشم من، تو بهارم هستی. شبی فرهنگی در شبرقان، مرکز ولایت جوزجان، شمال افغانستان.
در تجلیل از علی شیر نوایی و ظهیرالدین محمد بابر، دو شاعر نامدار زبانهای ازبکی و فارسی و سیاستمداران سده 15 میلادی. در سراسر مراسم امشب که فقط برای خانم ها برگزار شده، رنگ و بویی از رسم و رواج ازبک ها و ترکمن ها دیده می شود. پس از دو دهه برگزاری چنین مراسمی با حضور صدها زن و دختر، در سال 12 شب در بسیاری از نقاط افغانستان به دلایل امنیتی و فرهنگی شدنی نیست. شبرغان یکی از او استثناء است. دست کم 3 برنامه امشب برگزار شد که ریشه در فرهنگ و رسم و رواج ترک تباران افغانستان دارد، از جمله کلین سلام. کلین سلام یا سلام عروس رسم کهن ازبک‌ها و ترکمن هاست. این خانم ها برای اجرای این رواج قدیمی آمادگی می گیرند تا همچنان زنده بماند. رسمی که چند نکته دارد. در بخشی از آن دست عروس داخل کاسه از آرد و کاسه از برنج برده می شود. حال ما شما کستیم در وقت ما عروس نمی بریم بیشتر در برنج نمی زنیم. آرد دست نمی زنیم. او منایش چی هست؟ یا آرد و برنج؟ منایش هستی یه هست که برنج می زنند دسته که این همیشه رست قروزیتی پراغال شود. زیاد شود. این آرد و برنج دسته می زنند که همیشه در شوارش، در خوشویش، در خسورش دانای هم خوب خوب شیری چیلی بپزند. و نکته دوم رسم سلام عروس، لگد کردن پای داماد توسط عروس است و یا برعکس. داماد اگر پای عروس پیچه کنه لگد کنه، یعنی به این مانوست که این باز زورآور است. اگر عروس باز دست پای عجل لگد کنه میگه ببینی این عروس دیگه باز سر داماد چی هستن؟ این زور شده. سالهای دور در فاصله زمانی بین نامزدی و عروسی، عروس از خانواده داماد اصطلاحاً روی می گرفت و با آنها روبرو نمی شد. می گویند رسمی بوده به نشانه احترام. پس از عروسی برای نخستین بار عروس به خانه شوهرش می رفت و خوشو مادر شوهرش را می دید، به او سلام می کرد و مجموعه از آداب و رفتار مرتبط دیگر انجام می شد. مراسم امشب از آن برنامه هایی است که خیلی کم در افغانستان برگزار می شود. برای زنان، توسط زنان و با موضوعیت زنان. در کشوری که در حدود یک سال گذشته دست کم 136 زن در نتیجه خشونت‌های خانوادگی به قتل رسیدند. گزارش شده در سال جاری 7000 مورد خشونت علیه زنان ثبت شده. مراسم امشب با همه خرسندی و خوشحالی که برای دختران و زنان داشت، در برابر داستان 1001 شب اندوه سالهای جنگ جاری حساب شدنی نیست. با وجود این اما نور امید ولو اندک دیده می شود، اینکه روزی صدای قاشق بازی این خانم ها به استقبال صلح شنیده شود. علی حسینی، BBC، شبرغان. با فناوری دیپ فیک یا جعل عمیق میتونید چهره خودتون رو به راحتی جایگزین چهره یک بازیگر یا سیاستمدار مشهور بکنید. این فناوری این روزها به سرعت پیشرفت کرده، اونقدر که شاید نشه یه ویدئوی جعلی رو تشخیص داد. کارشناسان فناوری میگن ممکنه دیپ فیک باعث شه آینده ما شکلی جعلی به خودش بگیره. گزارش کاوه مشکات رو. نه، شما اشتباه کردید. این مرد آلپاچینو نیست. این صورت من است، کاوه مشکات، گزارشگر BBC. با کمک فناوری دیپ فیک یا جعل عمیق، من به آرزوی دیرین خودم رسیدم. این ویدیو دیگری از کارکرد جعل عمیق است. باز هم چشمانتان شما را گول زد. این شخص تام کروز نیست.
صدا و تصویر آنقدر شبیه تام کروز است که ممکن است بیننده را گمراه کند. ویدئویی که میلیون ها بار در شبکه اجتماعی تیک تاک دیده شد. اما دیپ فیک یا جعل عمیق چیست؟ جعل عمیق ویدئویی است که با استفاده از هوش مصنوعی چهره ها را جابجا می کنند یا تغییر می دهند. دسترسی به این فناوری هر روز آسان تر می شود. حالا شما با استفاده از اپلیکیشن های مختلف می توانید عکستان را جایگزین یک هنرپیشه یا یک سیاستمدار کنید. اما سرعت پیشرفت این فناوری نگرانی های زیادی را به وجود آورده. امکان جعل عمیق به گفته بسیاری از کارشناسان هوش مصنوعی سریعتر از آن چیزی است که مردم فکر می کنند. قابلیت تغییر چهره ها در ویدیوها امکانات خلاقانه زیادی برای شما فراهم میکنه. شما با استفاده از این فناوری میتونین چهره تون رو جایگزین بازیگرها کنید، ولی ما شاهد تأثیر منفی این فناوری هم بودیم. جایگزینی صورت بازیگران معروف به جای بازیگران فیلم های پورن، کاری که هدفش تخریب شخصیت این افراده. همچنین نگرانی هایی در مورد استفاده از این فناوری در انتخابات و تولید ویدیوهایی وجود داره که در آن سیاستمداران قول هایی بدهند که هرگز ندادند. استفاده دیپ فیک در فیلم های پورنوگرافی یکی از معضلات اصلی این فناوری است. کارشناسان امنیت اینترنت میگویند برای متوقف کردن این مشکل متخصصان امنیت باید سالها وقت بگذارند. بلا تورن یکی از بازیگران است که چهرهش در یک فیلم پورنوگرافی استفاده شد. اونا صورت من رو جای دختری گذاشتن که خود ارضایی میکرد. این ویدیو همه جا پخش شد و همه واقعا فکر میکردن اون منم. نمیدونم ما چجوری میخوایم روی این موضوع نظارت کنیم، چون اینطور نیست که شما فقط بتونین صورت یک سلبریتی یا این فرد یا اون شخص رو عوض کنید. ممکنه وقتی با دوستتون دعوا میکنید این کار رو باهاش انجام بدید و به همه جا بفرستید. میتونین این کار رو با یه سیاستمدار مشهور یا هر کس دیگه ای بکنین. دیپ فیک یا جعل عمیق این روزها انقدر ساده است که مجری برنامه 60 دقیقه به راحتی میتواند جای جان سنو در سریال بازی تاج و تخت را بگیرد. کاوه مشکات، بی بی سی. این کاوه میخواست سر منو بذاره جای شرک، اجازه ندادم این کارو بکنه. دقیقا برای خودم میذاره آبرو. ممنون که همراه ما بودید. برنامه ما رو میتونید در یوتیوب و همینطور در وبسایت بی بی سی فارسی هم تماشا کنید. ممنون از همراهی شما.